ادعای انهدام مهمات و سلاح‌های ایرانی در سوریه. سخنگوی ارتش اسرائیل ادعا کرده در حمله به فرودگاه حلب محموله سلاح و مهمات ایرانی منهدم شده و این حمله در پاسخ به شلیک موشک‌های دیروز از سوریه صورت گرفته است. رئیس جمهور ترکیه حماس را سازمان آزادی بخش خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت حماس یک گروه آزادی بخش است که برای دفاع از سرزمینش می‌جنگد. او چهارشنبه 25 اکتبر در یک سخنرانی در گرد همایی فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور گفت حماس یک سازمان تروریستی نیست. اسرائیل، آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا و برخی دیگر از کشورها حماس یا در برخی موارد شاخه نظامی آن را گروه تروریستی معرفی کردند. در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل 1400 نفر کشته شدند. او همچنین گفت که ترکیه مشکلی با دولت اسرائیل ندارد، اما هرگز رفتار این کشور را که مانند یک سازمان تروریستی عمل می‌کند را تأیید نخواهد کرد. اردوغان همچنین گفت که به دلیل جنگ غیر انسانی اسرائیل در غزه برنامه‌های سفر خود به اسرائیل را لغو می‌کند. اردوغان گفت که دست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را فشرد، اما او از حسن نیت ترکیه سوء استفاده کرد. اردوغان و بنیامین نتانیاهو ماه گذشته در نشست سران سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. این موضوع در آن زمان نشانه‌ای از بهبود روابط دو کشور تلقی شد. نخست وزیر بریتانیا از اظهارات گوترش درباره خلأ حمایت نمی‌کنیم. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد را که در آن گفته بود رویدادهای 7 اکتبر در خلأ رخ نداده اند و دلیلی داشته است را رد می‌کند. سخنگوی سوناک گفت بدیهی است که ما با چنان تصویری از این واقعه موافق نیستیم. برای ما واضح است که برای حمله تروریستی وحشیانه حماس که با نفرت و انگیزه عقیدتی صورت گرفت، توجیهی وجود ندارد و نمیتواند داشته باشد. مسئولان بهداشتی حماس بیش از 700 نفر طی 24 ساعت گذشته در غزه کشته شدند. وزارت بهداشت گروه حماس در غزه میگوید که شمار مجموع افرادی که پس از حمله 7 اکتبر اسرائیل کشته شدند به 6500 نفر رسیده که شامل 2704 کودک میشود. به گزارش وزارت بهداشت حماس در شبانه روز اخیر 756 فلسطینی از جمله 344 کودک کشته شدند. طبق این گزارش منطقه جنوب غزه در حملات اخیر به شدت لطمه دیده است. چند خبر کوتاه. ارتش اسرائیل میگوید ایران دستور حملات اخیر گروه‌های مسلح در لبنان، عراق و یمن را داده است. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفت این کشور در کنار آمریکا تمام تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد. در حالی که درگیری و حملات موشکی و راکتی در مرز لبنان ادامه دارد، دست کم 2 پایگاه نظامی در عراق پس از شروع جنگ اسرائیل غزه هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع آمریکا هفته پیش گفت 3 موشک هدایت شونده و چندین پهپاد را که حوثی‌های یمن به یک ناو آمریکا در دریای سرخ شلیک کرده بود، رهگیری کرده و آسیبی وارد نشده است. ارتش اسرائیل یک حمله پهپادی در کرانه باختری اشغالی انجام داده است. این حمله پس از اینکه مردان مسلح از اردوگاه آوارگان جنین شروع به تیراندازی کردند رخ داد. خبرگزاری تشکیلات خودگردان فلسطین 3 کشته و بیش از 10 مجروح را گزارش کرده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، یک مقام ارشد دفاعی آمریکا دیروز سه‌شنبه 24 اکتبر گفته است که این کشور سیستم‌های دفاع هوایی گنبد آهنین را از ذخیره نظامی خود در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد. این افزایش حمایت آمریکا از اسرائیل پس از آن صورت می‌گیرد که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که موشک‌های رهگیر به اسرائیل ارسال خواهد کرد که می‌توانند از سیستم‌های گنبد آهنین موجود شلیک شوند. ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا امروز چهارشنبه 25 اکتبر در یک مصاحبه تلویزیونی با یک رسانه استرالیایی گفت در یک اقدام احتیاطی برای حمایت از شهروندان خود در صورت بدتر شدن وضعیت امنیتی شمار قابل توجهی نیرو و هواپیما را به خاورمیانه می‌فرستد. مارز با اشاره به دلایل عملیاتی و امنیتی شمار نیروها و محل استقرار دقیق آنها را مشخص نکرد. او گفت این یک وضعیت ناپایدار است. ما امیدواریم که این وضعیت به اسرائیل و غزه محدود بماند. استرالیا از زمان جنگ جهانی اول در تمام درگیری بزرگی در کنار ایالات متحده آمریکا جنگیده است. استرالیا از زمان جنگ جهانی اول در تمام درگیری‌های بزرگ در کنار ایالات متحده آمریکا جنگیده است. یک